خب قبل از اینکه ما آوازمون رو شروع کنیم و در مورد تکنیک های آواز و تنفس صحبت هایی داشته باشیم، بهتره اصلا ببینیم صوت چیه. صوت زمانی به وجود میاد که یک جسم، حالا میخواد جامد باشه، گاز باشه و یا مایع باشه، در برخورد با هوا مولکول های هوا رو به حرکت در میاره و ارتعاش ایجاد میکنه. حالا این ارتعاشات اگر از 16 بار به بالا باشه ما میتونیم بشنویم. این رفت و برگشت رو بهش میگن یک سیکل. یعنی وقتی که یک جسم با هوا برخورد میکنه یا هوا به یک جسم برخورد میکنه، مثلا شما حنجرتون برعکس هوا داره بهش برخورد میکنه، اینه که مولکول های هوا رو به سمت جلو حرکت میده و مولکول ها دچار رقت و تراکم میشن. به این حرکت رفت و برگشت بهش میگیم یک سیکل، و به کل تعداد ارتعاشاتی که در این صوت نهفته است بهش میگیم بسامد، تواتر یا فرکانس. بسیار عالی. واحدش هم هرتزه. یعنی وقتی میگیم که فرکانس یه صوتی مثلا مثل لا در وسط دسته ساز ستار یا تار، این لا 440 یعنی چی؟ شما بگو 440 بار همینجوری میرو برمیگرد. 440 بار، فقط تصورشو بکنید، 440 بار این رفت و برگشت هوا در اثر زدن و ارتعاش این سیم که به هوا منتقل میشه، در واقع این ضربه که میزنه ایجاد این فرکانس رو میکنه. حالا حنجره شما هم همینه. بنابراین در آواز، برای این من این مطلب رو گفتم که اگر در آواز شما نفس رو خوب بگیرید، یعنی دم خوبی داشته باشید، خوب نفس گیری کنید، شما هوا به اندازه کافی دارید که به حنجره برخورد کنه و صدا ایجاد کنه. در نتیجه وقتی مثلا نوت لا رو میخواید بخونید، برای 440 بار فرکانسی که این در واقع صوت داره، حنجره شما باریک میشه به اندازه ای که وقتی هوا ازش عبور میکنه این فرکانس رو تولید بکنه. در ضمن بگم اگه این هوا نبود چه اتفاق میافتاد؟ تو خلا هیچ صدایی تولید نمیشه، هیچی به گوش نمیرسه. حالا این فرکانس و بسامد در مورد صدای زن و مرد چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم فرکانس صدای زن میتونه محدوده بالاتری رو در دقیقاً. چرا؟ چون تار آواهای زنها نازکتر از تار آواهای حنجره مرده. آفرین، کلوفت نمیتونن بکشنش. یعنی ما نازکه صدا بزنم. دقیقا این ساختواره در واقع بدن انسانه که زنها کلن از نظر اندامی ظریف‌تر هستن. حالا همین منعکس شده در تارهای صوتیتون. یعنی تار صوتی یا تار آوا اگر بهش بگیم که لغت قشنگی به نظر من استفاده کنیم، این تار آواها در زنها هم نازکتره و هم طولش کوتاه‌تره. طول تار آواها در حنجره مردها طولانی تره، بنابراین سخت‌تر میتونن به ارتعاش درش بیارن. حالا اگر که مثلا فرکانس صدای انسان بین 100 تا 1000 باشه، اون رقم‌های پایین مربوط به صدای مرده و رقم‌های بالا مربوط به بسامد صدای زنه. گفتیم گوش ما تا از 16 تا 20 هزار هرتز رو میتونه بشنوه. از اون بالاتر رو بهش میگن اولتراشال، یعنی ماورای دیوار صوتی است که ما میتونیم بشنویم. شاید باز بعضی از حیوانات بتونن بشنون یا موجوداتی باشن، اما انسان از 20000 به بالا رو نمیتونه بشنوه. از 16 تا پایینم بهش میگن اینفرا، یعنی مادون در واقع دیوار صوتی، ما اونا رو نمیتونیم بشنویم. حالا نغمه یا آوا که در موسیقی ما به نام نوت میگیم، اون هم صداییه، ولی چرا تعریفش کردیم؟ برای که یه صدایی با بسامد یا فرکانس مشخص و ثابت. ولی خیلی چیزا هست، مثلا فرو افتادن یه سنگ، صدای یک سنگ نمیتونه موسیقای عمدتا استفاده بشه، چون هر دفعه این سنگ بزرگیش چیه، از کجا افتاده و چه مدت به ارتعاش در اومده. اما صوتی رو که ما استفاده میکنیم قابل تعریفه برامون. دامنه نوسان. حالا دامنه نوسان، وقتی شما یه صوتی ایجاد میکنید، حالا با حنجرتون یا هر صوتی، این صوت گفتیم که تعداد دفعات ارتعاشش رو بهش میگیم بسامد، ولی این موج تا کجا میره و برمیگرده؟
بعضی موقع شدت صدا پایینه، در نتیجه موج کوتاهه. یه موقع شدت صدا قویه. شما اگه هوا بیشتر به حنجرتون بدین چه اتفاقی میفته؟ شدت صوتی رو که ایجاد میکنید بالاتره. به این شدت صدا میگیم دامنه نوسان. پس ممکنه صدای شما مثلا نسبت به صدای شما زیرتر باشه، یعنی بسامدش بالاتر باشه ولی شدتش پایینتر باشه. ربطی به هم نداره، اینو حواستون باشه. در ضمن در ایران میگن مثلا صداهای زیر و بم، در اروپا بهش میگن صداهای بالا و پایین. این زیر گفتن به معنی پایین نیست، زیر و بم منظورش صدای زن بالاست و صدای مرد و بمه پایین تر. در ضمن در مورد ساز، یک سیم ثابت رو که شما نگه دارید وقتی که نصفش میکنید بسامدش درست دو برابر میشه. یعنی پس هر چیزی که نصف کوتاه بشه دو برابر بسامدش میره بالا و اینجوری قشنگ میتونن پرده ساز رو که میخوان ببندن اندازه گیری کنن که ببینن سل رو کجا ببندن با چه فرکانسی هست و بشه. البته ما تو حنجرمون که پرده نداریم، منتها این هوش و دانایی و ارتباط گوش، مغز و حنجره طوری هست که شما میتونید اینو خیلی خوب تنظیم بکنید. حالا اگر سوالی نداری در مورد این قسمت، من در مورد ویژگی صوتم یک کوتاه بگم. سوالی ندارید؟ خیلی خوب. هر صوتی که ایجاد میشه 4 تا ویژگی داره. کسی میدونه این ویژگی ها رو؟ بگو بگو. فرکانس. خب فرکانس نه، ویژگی صوت. یکی ارتفاع صوت. بله، ارتفاع صوت میشه همونی که در واقع شما الان میخوای بگی، یعنی صوت چقدر زیر و چقدر بمه. ولی اونجا وقتی داریم میگیم دیگه فعلا به فرکانس، به بخش فیزیکیش کار نه. خب یکی دیرند یا مدت زمانی. باری کلا دیگه چی بهش میگیم؟ مدت، کشش یا دیرند. اگه این کلمه رو شنیدید بدونید ستاش یک معنی داره. بله. یکی رنگشه. بله. و یکی هم شدت یا قدرت صوت. یعنی شما اگر یه تخت سنگ بیفته روی زمین، طبیعتاً صدایی که ایجاد میکنه و قدرتی که پشتش نهفته است برای ایجاد صدایی که برخورد میکنه به زمین با یه سنگ ریزه فرق میکنه. ارتفاع هم که گفتیم زیر و بمیه. مدت یا کشش هم که خب هر صوتی ایجاد میشه یه زمانی طول میکشه که قطع بشه و به گوش میرسه. رنگ مهمه و این به بحث آواز ما خیلی خیلی مربوطه. هر انسان رنگ صوتی مربوط به خودش رو داره. اینو فراموش نکنید. تقلید میخواید بکنید، بکنید از کسی. اما اینا به دلیل عشق هنرجوها به استادشون همیشه سعی میکنن رنگ صوتی استادشون رو برن بگیرن. الان اخیراً اگر خوب گوش کنید متوجه این قضیه میشید، اتفاقی که داره میفته. هر انسان رنگ صوتی منحصر به فرد خودش داره و تنین صدای هر انسان عین اثر انگشته. همونقدر که اون مهمه، اینم مهمه. به همین دلیله که یکی به شما زنگ میزنه با تلفن بدون اینکه خودشو معرفی کنه شما میشناسید، سریع جواب میدید و میشناسید. در این رنگ صوتی چه چیزایی دخیله؟ کل بدن انسان و شخصیت خود شخص، مسائل روحی روانی شخص، همه اینا در صوت نهفته است. یعنی شما بسته به اینکه حجم سینه‌تون چقدره، حجم ریه‌هاتون، نایتون ارتفاعش چقدره، قطر در واقع نای چقدره، چون بر سر اینه که حنجره واقع شده، فرم بینیتون چه شکلیه، فرم گونه‌هاتون چه جوریه، همینا باعث میشه که رنگ‌های صوتی متفاوت از همدیگه داشته باشید. پس اگر یک تعداد حتی ساز هم خانواده مثلا نی نی لبک لعلوا بالابان، یعنی سازهایی که بادی هستن، همه یک نوت ثابت بهشون بدین. نوت ثابت منظورم نوتی با شدت ثابت، شدت یکسان، با مدت یکسان و با قدرت یکسان بهش بدید، با ارتفاع یکسان. وقتی دو تا ساز این صوت رو ایجاد میکنن قشنگ از رنگ صوتیش میفهمه، میگم ای این بالابان بود اگه گوش کرده باشم. دارو این همون چیزه، یه وقتایی ما میشتم مثلا میگیم جنس صدای این با اون فرم میکنه. دقیقا مثلا میگن صدای طرف خشکه، بیروحه، اون یکی صداش با حالته، این یکی روشنه، اون صداش تاریکه. دقیقا درست گفتید شما. این تفاوت‌های صوتی رو احترام بگذارید.
مثل تفاوت‌های قیافه ما نسبت به همدیگه میمونه، مثل تفاوت گل‌ها. ما هیچ وقت گل‌ها رو با هم مقایسه نمی‌کنیم. اینه که خانم مثلا دلکش صدای مردونه‌ای داشتن، ولی یک ملت ایران واقعا دوستش داشتن و صداش رو گوش می‌کردن و هنوز هم دارن می‌کنن. پس بنابراین فقط خواهش من ازتون اینه که رنگ صوتی خودتون رو تشخیص بدید، فقط تجربه کنید. یعنی منظورم چیه؟ برید تو قالب اشخاص دیگه. حالا بعد در یک بخشی من باز برمیگردم به این مسئله که اروپایی ها به خاطر موسیقی اپرایی که دارن و تئاتر دارن دائما صداهای مختلف، صدای استهزا، صدای دلقک، صدای پادشاه، صدای یک پروانه، صدای یک عاشق، همه اینا رو تجربه میکنن. ولی ما همش با یه رنگ صوتی داریم اینجا میخونیم، ارتباط داریم. این بد نیست، برای اینکه ما شعرهای مختلف میخونیم. شعرهای مختلف ما یکیش ممکنه عاشقانه باشه، یکیش سیاسی باشه، یکیش غم انگیز باشه، یکیش سرود ملی باشه. ما که نمیدونم همش با یه صوتی که داریم تحریر. البته نوع غمش هم با هم فرق میکنه. آفرین. و این فقط آخرین حرفمو میزنم و اونم اینه که در این بخش آخرین حرفم منظورم ادامه داره کارمون. در صحبت ما سر اینه که خنده همه جا یک معنی نمیده. گریه همه جا یک معنی نمیده. خنده شما در یه مراسم سوگواری چه معنی میده؟ یه دفعه بلند بخنده. حالا در جمع یه مش بچه که دارید بازی میکنید وقتی بلند میخندین همه بچه ها سر ذوق میان. پس بنابراین باید حواستون باشه که تأثیراتی که انسان از طریق صوت و از طریق صداش هر جا میگذاره و دریافت میکنه چقدر مهمه. خب حالا ببینیم که زبان و موسیقی با هم چه ارتباطی دارن. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه هیچ کس به این فکر نمیکنه که من از بچگی که شروع کردم به حرف زدن در واقع دارم آواز میخونم. حالا چرا اینو میگیم؟ برای اینکه وقتی که ما صحبت میکنیم از حرف به حرف، کلمه به کلمه، جمله به جمله، ما داریم آهنگی رو اجرا میکنیم. افسانه دم دم دم، آره دیگه، نه بابا دم دم دم، یعنی تمام چیزایی رو، جمله هایی رو که دارید بیان میکنید در واقع یک نوع موسیقیه. برای همین هم هست که شما وقتی میاد کلاس آواز میخواید یاد بگیرید، مثل ساز نیست که قدم به قدم تازه بهت بگن نمیدونم این حرف یا این دست تو حالا تکون بده، این حرف رو ادا کن. شما حنجرتون کار آزموده است، برای همین ما مستقیم وارد آواز میشیم. در صورت که یک نوازنده ساز تا برسه به ردیف آوازی یک یا دو سال حداقل باید کار بکنه. حالا شما بیان برای من هر کدوم مثلا یه جمله بگین. یه جمله شما بگو. من همیشه عالیم. دم دیدم دم دم دادم. خیلی جمله بی آهنگی بود. شما خطاب مثلا همه کسی بگم. فرق نمیکنه هر جمله که دوست داری. مثلا میگم که چقدر زود اومدی. درم دادا دادم. عجب هوایی. درم ددم دم. عجب هوایی. من یه جمله مشهور دارم بچه‌ها، اینو من براتون میگم. یعنی شما اگر در یک جمله ثابت یا در یک شعر، که ما با شعر سر و کار داریم تو آواز، یه شعر ثابت رو برداریم بگیم مثلا بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، اگر رو هر کدوم از کلمه هاش ما تأکید کنیم معنای جمله عوض میشه. این جمله مشهور رو ببینید، من همیشه به شاگردام اینو میدم. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ این جمله واحده. حالا شما رو تو تاکید کن. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ تو میخوای بدی، یعنی ما تو رو بردیم زیر علامت سوال. حالا شما روی میخوای. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ یعنی اون تو رو افکنار، یعنی ما اصلا با تو کاری نداریم. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ میخوای؟ یعنی جزء عجیب‌ترین چیزاست. حالا تو رو سیب تأکید کن. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ تو میخوای سیبتو به من بدی؟ چون میدونه که این سیبو مثل جونش دوست داره و نمیده. حالا تعجب میکنه که داره سیبشو بهش میده. حالا تو روی به من تأکید کن. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ مثلا این دو نفرن که اصلا همدیگر نمیتونن تحمل کنن و حالا داره سیبشو بهش میده و داره تو میخوای سیبتو به من بدی. حالا رو بدی شما تأکید کن. تو میخوای سیبتو به من بدی؟ اصلا باز هم جمعه. بنابراین یک جمله واحد ما داریم، ولی وقتی آهنگ کلمه رو یا تأکید کلامی یا آکسان ما در موسیقی بهش میگیم،
این تأکید کلامی یا تأکیدی که شما در تحریرهاتون حتی جایی که ما کلام نداریم فقط تحریر یعنی بازی هنجر است، اگر شما روی یک نوت به خصوص تأکیدی بکنید سریع معنی تحریرتون عوض میشه. حواستون باشه به این مسئله. پس به این نتیجه میرسیم که آهنگ زبان هر ملتی بنا به اون طرز فکرشون و فرهنگشون برمیگرده. برای همین هم هست که حتی شما یک کشور دیگه که برید خیلی هم خوب زبانشون رو یاد بگیرید، باز از لهجتون میفهمن شما یک شخص خارجی به نسبت اون کشور هستید، هر چقدر هم خوب صحبت کنید، چون این آهنگ ها و حالت ها انقدر دیگه با یک بچه رشد میکنه و به دوره نوجوانی میرسه و تا وقتی که پیر بشه که اون موقع میشه گفت اون شخص یک شخص بومیه، یک شخصیه که موطنش اونجاست. کاملا واضحه. پس همینقدر مهمه که شما به آهنگ شعرهایی که اجرا میکنید، آهنگی که روش میگذارید، چه در آواز و چه در ترانه سرایی، چه در تصنیف سرایی و حتی در آهنگ سازی، اگر مثلا دارید برای یک کار پر غرور میخواید به یک جایی باشه، یک عده رو بلند کنین از جا، باید حواستون باشه که تأکیدهای کلامیتون، تأکیدهای موسیقاییتون چجوریه که اون اثردهی رو داشته باشه یا نداشته.